نام و یاد خدا. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان مهربون، میدونم الان تو خونه هاتون نشستین، در کانون گرم خانواده نشستید، بی صبرانه منتظر کوچه خاطره هستید. آرزو میکنم هر جای این کره خاکی که هستید سلامت باشید، خندان باشید. عاشقتونم، دوستتون دارم. چه بخواین کوچه خاطره ها رو ببینید چه نبینید، من هر هفته ساعت 10:45 میام منزلتون، دوستتون دارم، چون از اول برنامه گفتم عاشقتونم. امروز هم در خدمت یکی دیگه از پیشکسوت‌های کشورمون هستیم، پیشکسوتی که شاید 50 سال برای شما هنرنمایی کرده، با هنرش خاطره دارید، با هنرش زندگی کردید. الان وقتی این چهره رو ببینید، ببینید که چقدر چهره دوست داشتنی، به قول بعضی از دوستامون با نمک، خوشتیب، اومده جلوی دوربین کوچه خاطره ها دیداری تازه کنه با شما عزیزان، با شما عزیزانی که لطف میکنید همیشه با محبتی که نسبت به کوچه خاطره ها دارید، بعد در عرض یک ساعت 700 پیام میفرستید. پیاماتون رو دونه دونه بچهای گروه کوچه خاطره ها میخونن. در برنامه قبلی اعلام کردم، باور بفرمایید، من خودم گریه میکنم چون یه آدم احساسی هستم. خب بیش از این سرتون رو درد نمیارم، میریم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم تا مهمان عزیز ما برسن. اگه یادتون باشه در برنامه قبلی که سر ضبط برنامه آقای قاسم جبرلی بودیم، جای یکی رو خالی کردیم، جای یکی رو خالی کردیم، گفتیم جای آقای سرمکی عزیز. از قدیمی ها صحبت میکنیم، این صفحه هایی که من دارم اون زمانی که خودمون آهنگو میساختیم، خودمون با شاعر کار میکردیم، اینقدر که آهنگو یاد بگیره، شعرشو بسازه، بعد میوردیم تمرین با نوازنده ها. الان خیلی وضع فرق کرده، الان هر کدوم از نوازنده ها سوا سوا میزنن روی نوار، ضبط میشه، ولی اون موقع همه باید با هم میزنن. این هم یکی از آهنگای قدیم منه که آقای جبرلی هم خوندن، خیلی هم خوب خوندن. وسط آهنگ دنیاست. البته به عرضتون برسونم این آهنگ درست مال 60 سال پیش این ضبط شد، همینطور توی مدت میده. هنوزم که هنوزه، هر کجای بوی موسیقی و هنر میاد باز این آهنگ ها میاد جلو. این نشون میده که ملتی که خاطره دارن روی آهنگ ها همینجور توی مغزشون میمونه. امروز در خدمت آقای سرمکی عزیز هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون از این که پذیرفتین امروز این گروه کوچه خاطره ها منزل شما باشه. خوش. که یک روز جمعه تون رو فکر کنم ما خراب کردیم. نه، آبادترین جمعه ما امروز که شما و اتفاق گروهتون اینجا محبت کردید،
پیش ما اومدین، چون ما قدیمی ها رو دیگه یواشوش دارن فراموش میکنن، شما دو دفعه دارین زنده میکنین. شما فراموش نشدنی هستید، شما ها تکرار نشدنی هستید. بعد از سلام علیکی که با بینندگان داشته باشید، من با شما صحبت میکنم. من سلام میگم خدمت تمام هممیهنان عزیزم و تبریک این برنامه که واقعا پر بیننده است و همه دنبال این برنامه جناب موسوی و دوستانشون هستن که واقعا زحمت میکشن و بهترین برنامه رادیو تلویزیونی به عقیده من اینه که آدم همیشه یاد گذشته ها، یاد هنرمندان، یاد اونایی که بودن و الان نیستن، اونایی که هستن، باید یاد اونا باشه، لذت ببرن. من این برنامه رو تبریک میگم خدمت آقای موسوی و گروهشون، انشالله که همیشه شاد و خرم باشن، یاد ما قدیمیان باشه. زنده باشین، درود بر شما. جناب آقای سلمکی، اسم برنامه‌مون کوچه خاطره هاست. میخواییم برگردیم به اون کوچهی که شما اونجا به دنیا آمدین. شما کجا به دنیا آمدین؟ اصالتتون کجاییه؟ چند تا خواهر برادر هستید؟ حالا به ترتیب بریم جلو. عرض کنم من بچه سنگلج تهران هستم در و تا مدت ها بعد از اون که توی اون محله به دنیا آمدم بزرگ شدم و تا حدود کلاس سوم ابتدایی هم در سنگلج اطرافش زندگی کردیم و سه برادر بودیم و پدر و مادر و توی پیش دوستان چیز قدیمیمون که صحبت میکنیم همه اینا، البته تمام برادرهای من رفتن، خواهرم نداشتیم، ما الان تک تنها به عشق شماییم. زنده باشید. شما میان شما رو میبینیم لذت میبینیم. همه ایرانی ها خواهر و برادر شما هستن. واقعا همینجوره. بله عرض بدارم به حضورتون که بعد از مدتی از اونجا رفتیم بازارچه نه الان دیگه دست سنینی رسیدیم که فراموشیه اومده اذیت میکنه، ولی بعد از اونجا برشد رفتیم گلوبندک. تو گلوبندک مدت ها بودیم و بعد منتظر کردیم خودمون، پدرم یعنی، آمدن پشت مسجد سپهسالار منزلی رو گرفتن، یه پشت مجلس شورای قدیم اونجا بودیم و تا الان هم که دیگه همه چی گذشت و سنمون رسیده به جای اینقدر بالاست که نمیتونه آدم بگه. خب اگر الان شناسنامه آقای سلمکی رو که ورق بزنیم، بله، دوست داریم ببینیم که روی این صفحه چی نوشته. آقای سلمکی چند سالشونه؟ بله بله بفرمایید. عرض کنم من البته دلیلم داره سنم زیاده. من 80 سالمه. دلیلش هم اینه که برخلاف معدودی هنرمندایی که توی مملکت هنرمند بودن و زندگی میکردن، در اثر اشتباه یا زمانه و روزگار کشوندشون به طرف چیزایی که ما نمیدونستم مشروب چیز بدیه، میخوردن همه، من نگاه نکردم. پدر من 3 دفعه فرجه به من داد، گفتش که آقا شما باید درس بخونی، 11 سالی تا 12 سال استعدادم داری، همه نمرات خوبه، درس تو بخون. این کار من خودم هم موسیقیدان هستم، صلاح نیست. ما باز نمرات میرفتیم کلاس داشتیم، شاگرده درس بدیم. پدر دختر خانم یا آقا میامد که آقا امشب مهمونی به افتخار شما، مهمونی داریم، باید بیان اونجا تولد مثلا خواهر. میرفتیم اونجا تا 2 شب تو برمیگشتیم، بابام باز میگه آقا عرض کردم این بار آخره. بار آخر ما رو صدا کرد، گفت پس شما نمیتونی، باید بری دنبال کار هنر. ولی یادت باشه اگر دنبال کار هنر رفتی، این دوتا نصیحت منو بشنو، اگر چنانچه میخوای پیشرفت بکنی، سلامت باشی، زندگی بکنی، اینه که مشروب رو به هیچ عنوان قبول نکن که بخوری، نگاه نکنی. اونو که بتونی جلوگیری بکنی، وسط مثل آب خوردن، نه
اونو که خوردی میبرن پای منقل میشونن، تریاک میکشی، هریون چیه اسمش، هروئینی میشی. ولی اگر اونو بتونی کنترل بکنی میتونی زندگی بکنی. ما این یه دونه حرف بابامون رو گرفتیم و نگاه نه به دود نگاه کردیم نه به مشروب. به همون علت هم واقعا هم میشه آدم خودشو حفظ بکنه نگه داره. درسته. اینا همش سمه دیگه، مصرف کردنش ما نکردیم این کاره. الان 80 سال از عمرم میره، ناراضی هم نیستم، خیلی راحتم، خیلی خوبم، زندگی خوب دارم، خانم خوب دارم، بچه هم هم تقریبا بد نیستن، ولی به هر صورت من راضیم. بله، به اونجا خواهیم، به فرزندان شما ایشالله خواهیم رسید. قابل توجه جوانان عزیز، ببینید آقای سلمکی در سنین 80 سالگی به همون کلامی که شادروان پدرشون بهشون فرمودن که اگر بری سراغ مشروب، اگر بری سراغ مواد مخدر، اگر شما وقتی آقای سلمکی رو عرصه های صحنه ها میبینید که موفقه، پیرو حرف پدرشونه. شادروان پدرشون توصیه کردن و ایشون هم گوش کردن. الان ما ایشونو موفق میبینیم در سن 80 سالگی. بله. خب چندمین فرزند خانواده بودین؟ من آخری. آخرین. از سه تا برادر؟ بله. شما؟ سه تا من آخری بودم. بله. که البته پدرون یه ازدواج اضافه هم کرده بود. یک بله. دونم از اون ازدواج قبلی داشت. سه تا بله. ما شدیم چهار تا. و اونا خوب بودن، دونه دونه. خیلی برادرای من خیلی با خدا بودن، خوب بودن، اونا هم خوب زندگی کردن. ما آخری میگن چی میگن آخری رو؟ تحت آقاری بودیم. پدر مادر زود رفت، یعنی زود که نبود، اونا هر کدوم 78. پدر من خیلی از افسران خوب زمان ناصر نشا بود و خیلی زندگی خوب و آبرومندونه داشته ما تو زندگیش بودیم. و برادرم هم دونه دونه تا 5 سال پیش آخریش از دست دادیم، خواهرم نداشتیم. زنده باشین، درود بر شما. ما شما رو خسته نکنیم، بریم یک برنامه با هم ببینیم. بله. برگردیم باز در خدمت شما و بینندگان عزیز. خواهش میکنم انشاءالله. این پدر منه که در سال 1303 این عکس ازش برداشتم که یه باقی بوده که بعدم چرخش رو زیرش داشتن که تو پدر من چیز داشت، لقب داشت از ناصرالدین شاه رفیع السلطان، باید به نام خودش نداشتن. بعد سلمکی رو هم باز یه اتفاق دیگه می افته در چون پدر من از افسرهای معروف ناصرالدین شاه بود، اومدن نوازنده ها اونجا می زدن به ناصرالدین شاه، پا میشه به نوازنده ها میگه اون سلمک رو بزنین، سلمک که تو از اونا میگفتن صداشو بزنین، اونا میگن ما بلد نیستیم. پدر من میگه اجازه بدین من بزنم، میگه ما یک موسیقی میدونیم، میگه بعد میشینه میزنه اونجا یه چیز اشرفی بهش بدهدی چیز اشرفی که میگن فامیلیش هم صدا میکنن، کاتب دربار رو میگن فامیلی این آقا از این به بعد رفیع السلطان سلمکی. اینم فلسفه سلمکی بودن ماست که این فامیلی ما رو فقط ما داریم، دیگه اضافه نیست. عرض بدارم موضوع تو که اینم شرح حال پدرم که نوشتن. اینم آقای اسدزاده از هنرمندای کشورمونه، منم آقای عباس تهرانی. عرض به حضورتون که این روزی بوده که در رادیو ما جشن 35 سال افتتاح رادیو رو گرفتیم. همه هنرمندای اون زمان انقدر بودن که البته الان حدود نزدیک 30 30 هستن، الان 6 تاشون موندن. اینم که آقای جبلی و منم و آقای سباکی که فلوت میزنن و خوبم میزنن. از بزن اینجا من و آقای جبلی هستیم که در انجمن هنرمندان داریم برنامه اجرا میکنیم. این مال زمان تو شروع کردن کار منه که در سرم هم تراشیده است و این آقای فرصت آقای صناعی آقای میفتاحه که متاسفانه این هنرمنده
و دست من همه فوت کرد. ولی خب بالاخره هنرمندای قدیم من باید شناخته بشه. این آقای جوزی که دارن برای خانم ملوکه، میگم ملوکه، خانم قمر ملوکه وزیری در چیز داریم برنامه ایزم میکنیم به یاد ایشو. این آقای تجریان استاد هنر هستن، این من هستن، این آقای علومی هم از اساتید موسیقی اینجا هستن. اینجا من و این آقای یا حقی پرویزی هستی کارشو با ارکستر من شروع کرد و سالها با ما کار میکرد، بسیار بسیار هنرمند برجسته و خوبی بود. اینجا ایسی با هم رفتیم برای کنسرت به خوزستان، دوتایی با هم عکسی گرفتیم. اینجا منم و اون دختر بچه کوچولوی به نام گوگوش که خب حالا سنتر شده و خانم نرگس که در آبادان برنامه داشتیم، اینم مولو اونجاست. عرض بذارم به حضورتون که اینم که آقای جبدی من اینم گفتم و این آقای حبیب که تمام کتاب هنرمنده و مردان موسیقی رو ایشون نوشتن، آقای اسیفور و من و اینجام که کورتس اول منی که با 6 نفر شروع کردم در یکی از کنسرت هایی که در شروعهای جویدی و من هم نوازنده ها اون نوازنده ها اونم که الان در حسوش شروع میشن اینجا هنرمند قدیمی اون آقای وحدت هستن که به اتفاق عکسی گرفته این عرضو میشن. اینجا هم آقای اندوشیروان روحانی منو بغل کرده، خیلی هنرمند شادی، همیشه خنده بر لبش هست. انشاءالله همه هنرمنده و همه ملت ایران همیشه همینطور شاد باشن و خورن. از موضوعی که شنم آقای یا حقی و خانومش، خانوم همیراش که در این جشن شرکت کردن، جشن هنری اینجا منزل آقای زرآبادی استاد هنره که سالها ایشون هم خدمت کردن به موسیقی. از موضوعشون اینجا آقای مرتضی احمدی دارن خجالت میدن من دارن کادو به من میدن روز تولدم و عرضتون برسونم اینجا هم که آقای چیز مفت آقای طالبانی استاد ورزشون کشتی هم با یه مش از کشتی دیگاهی کشور آقای رضا عبدی اولین کاری من با من شروع کردیم دوتایی چون ضرب میزد من سنتور میزدم که الان ایشون از هنرمندان رادیو هستن. اینجا ما سه تا هنرمند قدیمی اسم رو گوشته بودن، سه تا فنگدار، من و پرویز یا حقی و بیژن ترقی با هم سالها زندگی کردیم که الان اون دوتا به نقاب خاک پناه بردن. من متاسفم البته مال ما زیاد طول نخواهد. عرض بذارم به حضورتون که اینم باز پرویز و من زیر پل معلق اهواز به روزتون برسونم که دیگه چیز اینایی که یادم بود و ذهنم یاری میکرد. این آقای همایون که سرکار استوار رو بازی میکرد، ایشون اول کارش با من شروع کرد با ارکستر من میخوند برنامه کارگران هفته 25 دقیقه برنامه داشتیم اونجا برنامه داشتیم. ایشون هم از امریکا آمدن اینجا، ما هم دیدیم ایشون، قرارم بعد گذاشتیم هم گرم ببینیم که متاسفانه ایشون هم فوت کرده. عرض بذارم به حضورتون که یه مقداری از این برم بگم یه در از دستمون در نریم. این عکس خود منی که یکی از دارشوهامو گرفته، این ادهی از هنرمنده که جمع شدیم دوره هم، همه این چرا زنده باشن. این حکم پدر منه که از دست ناصرالدین شاه گرفته، اون امضای ناصرالدین شاه است، مهرش هم بالا بود. این فرمان سرهنگی پدر منه، اینم باز مهر ناصرالدین شاه بالاست، اینجا امضای ناصرالدین شاه است و اینم خود پدرمه که در اون زمان حمایل مینداختن سرشونه، بعد قبه و اینا رو بعد روی اون میزدن که اینا رو زدن و به کلاشون فقط یه شیر خورشید بوده.
و اینم خود حکمه که این انجمن حافظان فرهنگ و هنر ایران هم محبت کردن به من، افتخار دادن ما رو جز هنرمند اول دونستن که خود خدا آورد. اینم پروانه تأسیس آموزشگاه منه که اینم سالها ما با اجازه دولت کار کردیم. این چیزاییست که برای تشویر ما همین ما زندگیمون همینقدر پیش کرد. کافی راضی هم هستیم از زندگی، شکر خدا. امیدوارم تمام هنرمنده اول خدا و آخر خدا، خدا رو بشناسن، بدونن که عشقی بالاتر از یزدان پاک نیست. انشاءالله که خوش و خرم و خوب باشیم، در هر ایامی هستیم خوب و خوش باشیم که ما لذت ببریم از سلامتی شما. بله، چقدر زیبا بود، چقدر قشنگ. ما این عکسایی که داشتیم نگاه میکردیم جناب آقای سلمکی، من به دو موضوع برخوردم. یکی این که یک تابلوی رو دیدم خیلی قدیمی، خیلی قدیمی که با امضای ناصری. بله، این اگر امکان داره توضیح بدید تا اون یکی عکسم بهتون سوال کنم. بله، عرض کنم دو تا چیزی که پدر من چون از افسران خیلی به اصطلاح مطمئن دربار بوده زمان ناصرالدین شاه، ایشون شبی از شبا که ناصرالدین شاه موسیقی میدونسته، شعرم میساخته، خوب بوده کارش، این هنرمنده اونجا بودن ساز میزدن، ناصرالدین شاه ردیفای موسیقی رو همه رو میشناخت. برمیگرده به یکی از نوازنده ها میگه که شما سلمک اون قسمت سلمک که در دستگاه شوره بزن. این آرششو میذاره زمین، کموچهرو میذاره زمین، پسچهرو میکنه به سنتوره، اونم میذاره زمین. میگه شما چه هنرمندی هستین که هنرمند دربار، من تمام ردیفای موسیقی رو میبینم، شما یه تیکه از دستگاه شور من خواستم نتونستین بزنید، کجا شما تأثیر کردیم؟ پدرم میگه دیدم حال عصبی داره پیدا میکنه شاه. گفتم آقا اجازه میفرمایید من بزنم براتون. گفت مگه تو موسیقی میدونی؟ گفتم بله. گفت سازو گرفتم و گفتم با کدوم ساز بزنم؟ گفت مگه سازو؟ گفتم آره من همه این سازا رو میدونم. گفت گرفتم زدم، انقدر خوشحال شد از اون حال اومد بیرون و صدا کرد چی بود اسمش، گفت بیا اون کیسه اشرفی، 40 اشرفی توی کیسه بوده، اونو میده و بعدم میگه کاتب و صدا کن، میگه این آقا از امروز اسمش رفیع السلطان، لقبش فامیلیشون تازه فامیلی داشته را میفتاده، نوشتن سلمکی. این فامیلی ما مال از شخص شاه داده بوده بر که مثل همون هم هست که دیگه دوتا نیست، همین یه دونه تکیست. بله، این داستان. اون حکم که شما دیدین حکم ناصرالدین شاه برای یکی برای سرهنگی پدرمه، یکی برای سرتیپی، دو تا حکم بشتن چون ما قدیم حکم میدادن و شاهان هم همیشه بالای حکم امضا میکردن و مهر میزدن که مال پدر من هم زدن، ما یادگاری نگه داشتیم از پدر. اونجا مال احکام درفی درجات نظامیش بوده. بله. بعد دومین تابلویی که دیدم عکس جوانی شما بود. ماشاءالله الانم جوان هستین، جوان با نمک دیگه. ولی خوردم به اون تابلو، دیدم، میخواستم بدونم که چرا آقای سلمکی با این چهره زیباش نرفت بازیگر بشه، رفت سراغ موسیقی. بله، عرض کنم من دی مدتی هم پدرم چون با این هنرمندای سرشناس آشنا بود و آقای جامعه بار بود، مال آقای چیزه که این اشکال پیری اینه که آدم یادش بود، دهخان که تئاتر تهران بود و تماشاخانه تهران تماشاخانه تهران بود. بله، دهخانم منو معرفی کرد به دهخان، اونجا
ما مدتی کار کردیم، یکی دو بار بازی کردم. بله. عرض بود، ولی خودم گرایشم به کار موسیقی بود. بله. که ساختن آهنگ و نوازندگی سازهای مختلف. بله. من یک سوال دیگه داشتم راجع به خانوادهتون، بعد بریم سراغ موسیقی. میخواستم بدونم که آقای سلمکی چند ساله بودن ازدواج کردن؟ بله. بعد حاصل ازدواجشون چیه؟ بله، عرض کنم من 13 سالم تموم بود که، یعنی هر چند روز مونده بود تموم. ازدواج اولم صورت گرفت که ازش یه پسرم دارم که الان هامبورگه. بله. بعد ازدواج دومم دیگه من میتونستم همه رو بگم دیگه، بهم زن ندن. ولی خب ازدواج دومم هم باز از هم با اون خانمه که ایشون هم چیز رشتش مهندسی بود و ازدواج کردیم که دو فرزندم از ایشون دارم. و ازدواج سوم هم رو داریم میگیم، یکی که داریم دوم میدیم، یه دختر داریم که الان داره تحصیل میکنه خارج دیگه، مثل این که یکی دو ماه مونده که دکتراشو بگیره. هم تمام عشق و چیز من این بچه هست که بیاد ببینیم کارش درست شده. کارش که درسته، بچه هست که من با دوتا برادرش داشتم جروس میکردم که شما ها ما یه عمری کارمون کار فرهنگی بوده، معلم بچه های مردم بودیم، با ملت کار کردیم، شما ها یک دونتون نرفتین یه تحصیلات عالیه داشته باشین. وقتی خودتون تعریف میکردیم میگفتیم بابا شما اومدی مدرسه ما آبرومون برگزار شد، همه نگاه میکردن مدیران میگفتن ایشون علیه چی نیست خوبه. من باید یک درس میخوندی، هیچ کدومتون از کنکور به اون بر نیومدیم. این بچه دید من ناراحتم، کلاس 9 بود. بله. این دختر گفت بابا شما اجازه بدید من همه اینا که شما میخوای برات انجام بده. خدا شاهده عین این حرفی رو که زد اومد رفت کنکور داد، یه سال بعدش سر ضرب قبول شد، رفت دانشگاه اصفهان، شاگرد اول شد آقای خاتمی، زمان آقای خاتمی ریاست جمهوریشون بود، رفت بهش جایزه داد و لوح بزرگ داد که دارم. بله. لوح دادن که شما شاگرد اول شدی، بعد اومد تهران واسه فوق لیسانس، گفتن چون اونجا شاگرد اول شدی اینجا تهران هم میتونی بمونی. فوق لیسانس هم گرفت. برای دکتراش گفت من دوست دارم برم خارج تحصیل کنم. کدوم کشور؟ الان آمریکاست. آمریکاست. که بیام همه کارم کرد. الان اونجا الان 2 ساله که بهش چیز دادن، 90 تا دانشجو دادن که درس بهشون بده، یه پولی هم داره میگیره. یه پولی. بله. بچه زرنگ خوبی، همه قولایی که داده بود به ما اجرا کرد، ما راضی هستیم ازش. بعد این بچه های دیگه سراغ ساز و بازیگری و یکیشون چرا؟ تو کار هنر هست؟ یه اون کوچیک فرزند آخری من بس. اون هنرستان موسیقی رو تموم کرده. بله. خوب موزیسیانی هم هست، اگه راه درست بره خیلی هنرمند خوبی، هم خوب درس میده هم خوب همه سازا رو عین خودم. عرض کنم این یه اتاق کوچولویی که من درست کردم به اصطلاح برای خودم، خاطرات خودم اونایی که هست استفاده. لازم میدونم که شما بدونید چیه اینا. از این ساز ستار شروع کنم، این ستار ایرانیه، این تار ایرانیه،
این سارافون روسی هست که اونم ساز بزرگشونه، اینم ویولون سفارشی است که در 100 سال پیش ایران سفارش کرده که پوست روش باشه صدای کمونچه بده، اینم ماندلین بانجو مال کشورهای اروپایی است، این عود ساخت قاهره است مال مصر، خانوها از این چون کوچکتر از حد معموله استفاده میکنن، این ویولون ساخت دست آقای میزوس خانه انگافرینه، ساختن با دست خودشون که ویولون اومده بود ایران، ایشون از روی ویولون خارجی اینو در 100 سال پیش ساخت. این کمونچه ایست که پدر من باهاش میزده سالیان سال داشته، 50 سال بود داشته، این به ما رسیده. این کمونچه ساخت ایرانه و پدرم باهاش میزده. این بچه ضربه یا تنبک کوچیکه، یکی از هم کلاسی ها که یکی از شاگردای من که جوانی بود اینا و اون تار رو ساخت برای ما آورد برای قشنگی دکور کلاس دادم. اینم که داری هست که حتما میشناسین، احتیاج به معرفی نداره. اینم کمونچه هست که من خودم گاهی باش میزنم. این کمونچه ایرانیه و به اصطلاح تهرانی ها از این کمونچه سبک کمونچه های لرستان هر روزتون که اینم همگور این چگوره که بیشتر در شمال کشور ازش استفاده کار میزنن، صداهای خوبی هم در میارن ازش. اونم که از شکلش معلومه که گیتاره و کار ایرانی زیاد نمیشه باش کرد که لذت ببرادم، به درد کارهای چیز میخوره که بزنن و برخصن و چیز. شما چند ساله بودید که وارد عرصه هنر شدید و رفتید سراغ ساز؟ بله. آیا حرفه اصلیتون فقط همین سازه یا این شغل دیگه دارید این در کنار؟ بله. شغلتونه؟ من ممنون میشم. فرهنگی هستم. بله. معلم بچه های مردم بله. بودیم عمری مدت ها و چیز سوال اولتون یادم که چند ساله بودید که ساله. من از 7 سالم بود که من بردن نشون دادن رو صندلی، چند تا آهنگ می زدم یه مقداری ده. 7 سالگی تو با چه سازی؟ با سنتور. با سنتور می ساز اولیم سنتوره. روز جشن مدرسه بود، ما رو بردن اونجا نشون دادن کوچولو رو چارپایه و سنتور هم گذاشتن، گفتم ما رفتیم اونجا این چند تا آهنگ زدیم که ملت شلوغ کردن، خیلی یادمه که شلوغ بود. بعد وزیر فرهنگ اون زمان اسمش هم یادم بود آقای بدر، رئیس وزیر فرهنگ بود، خوشون اومد. من دیدم یه آقای ما رو نمیشناختم که این وزیر، منو بغل کرد و بلند کرد در روی صندلی وایسون، بعد دست کرد اینجوری جیبش یه چیزی در آورد کرد تو این جیب اینجای من، نگاه کردن برق میزنه، ولی ما چی کرد ما رو باید به مدیر مدرسه گفت بابا قدر این هنرمند رو بدونید فلان و بیشتر. رفتیم خونه هی نگاه میکنم قلمه اما نوک نداره که بنویسه، کسی هم تا اون زمان ندیده بود خودنویس رو، این خودنویس بود که آقا تازه از فرانسه اومده بود یه دونه خودنویس برای خودش آورده بود، اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت که خودنویس خودش داد به من که بعد ما رفتیم پرسیدیم از این و اون، گفتن بله این باید در بیارن جوهر بیزنن توش ببندن بنویسن. این تشویق این اونجا ما رو خیلی چیز کرد، ما تا رفتیم کلاس دوم سوم نه تا 11 سالگی یواش یواش سازهای دیگر هم گرفتم دستم به جز سنتور ویولون هم گرفتم. یه همسایه داشتیم خدا حتما از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، خانومی بود تنها زندگی میکرد، این عاشق ساز زدن من میام از صبح که میشد پدر من میرفت اداره وزارت دارایی کار میکرد، پدر من میرفت اونجا این میامد
چارپایی بودش میرفت برو کموت سنتورو هم داشت میبود پایین بعد همشه میکرد ابی جان لای لا لا لای لای لا لای بزن من میزدم میگفت یه دفعه دیگه بزن هی با دهنش میگفت منم رو سنتور میزدم خیلی خوشش اومده بود ما با چیز این پدرم میگفت من نمیخوام تو موسیقی بدونی موسیقی دان بشی میخوام بری دنبال درستو صدادم هم خوب خلاصه این با زبون ما رو راه انداخته بود بابا هم اگه میفهمیدیم ما سازش از اون بالا بودیم پایین پدرم در ولی چیز نمیکرد این نمیذاش بفهمه بابا هم جربت میگه آقا شما عیب نداری پسرت میخواد اجازه بدین بیاره روزا پایی میگفت نه ما در سن 13 سالگی ارکست تشکیل دادم بله ارکستی تشکیل دادم که الان وقتی نگاه دیدم اساتید مهم موسیقی دانشگاهمون تو اون ارکست اومدن می‌زدن بله چیزی نبود یه سبا بود در ایران اونم در تهران که استاد سبا که روح شاد باشه که نظیر نداشت این مرد ایشون بود که سوا میکرد ده نفر اومده بودن ویولون پیشش بزند سه تا دو الا سه تاشون انتخاب میکرد باقی میکفت دنبال این کار نرین نریزان من برین شما چیز میکرد امتحانشون میکرد میفهمید که من یادمه که آقای تجویدی و آقای خالدی و آقای چیز از شاگرداش بودن که کار دیگه کار دیگه حوصله نداشت بکنه این ارکستر من درست کردم من. می‌رفتیم تمام رادیوهایی هم که اون زمان بود مثل رادیوی ژاندارمری، رادیوی شهربانی، رادیوی نیروی هوایی، رادیوی تهران تو تمام اینا به خاطر اون ارکستری که من درست کردم برنامه داشت. اسامی اون کسایی که تو یادتونه؟ خیلی کم. من. خیلی کم بودم و اشتباه هم کردیم بعد اینا رو می‌نوشتیم. خلاصه الان از بزرگانن ولی این کار ما کردیم ارکستر درست کردیم یواش یواش آهنگ ساختیم گذاشتیم توشون میگشتم پی یه خواننده‌ای که بتونی سبکی که من درست کردم که حالا یه عده‌ای برمیگردن به اشتباه یا به عمد میگن عربی اصلا عربی ما یه چهارم مملکت اون عرب هستن ما میخوایم موسیقی اونا رو هم که شما بهتر میدونید بله. همه جا آهنگای خوزستانی طرفدارش خیلی بالاست ضربای مختلف دارن کارهای خوب دارن ما همه چی داریم ترک داریم بیات ترک دستگاه موسیقی ایرانی بیات تهران داریم بیات خوزستان رو من ساختم اضافه کردم به موسیقی ایرانی که یه روزی بالاخره میاد توی کار ما این کارها رو میکردیم آهنگ میساختیم گشتیم دنبال کسی که بتونین سبک منو این سبکی که من درست کردم از اون حال قدیم آوردم بیرون موسیقی رو اون موقع آهنگ میخوندن عروس گل از باد سبا این ضربشون بود و من یه مرتبه بودم بودم آقا کارون رود کارون رو براش آهنگ بسازیم اینقدر ابهت داریم که بعدم معروف شد امواج کارون رو ساختیم بله امواج کارون رو ساختیم و آقای جبلی رو پیدا کردم برای خوندن آهنگامون یکی دوتا برنامه اجرا کرده بود در برنامه ارتش صداشو گوش کرده بودم پسندیدم و خیلی خوب بود و ایشون هم اومد و این تلفیق این آهنگساز و خواننده‌ام خیلی خوب شد دیگه زمانی بود که تمام ایران و خارج کویت و اینور اونور هم میگفتن جبلی سلمک چون آهنگایی بود که باب ملیشون بود چند سال شما با آقای جبلی کار کردید؟ 65 سال درست 65 سال یه زمان معروف شده بود میگفتن زوج هنری آقای سلمکی و بله دیگه دبی میرفتی کویت میرفتی هر جا میرفتی هر جا میرفتی اسم شما به خصوص کویت که چه بله. خبر بله به هر صورت دورانای شلوغی رو گذروندیم بله. میخوای بحثمون اینجا بذاریم بریم آخرین اجرای آقای قاسم جبلی با شما رو بله. ببینیم بله بریم ببینیم خیلی موافقم بریم ببینیم برگردیم بله. Thank you.
امواج کارون بعد دنیا بعد واقعا انقلابی بود که نه تر در ایران، نه تنها در ایران، همه جای این آسیا رو گرفته بود. هر جا می‌رفتی این آهنگا سر زد. خیلی این که صفحه ما رو پر کرد، صفحه بود ما. صفحه بود بله. میگفت از ایران و از تهران بیشتر کویت یا خواسته بود. می‌نویسیم میگیم 100 هزار تا، میگه بازم کمه. صفحه‌های بله پرفروش ترین اونجا بیشتر می‌بردن. خب اونا عرب هم بودن، سبک کار ما حالتش حالته عربی داشت، خیلی چیز کردن، استقبال کردن. البته آهنگای دیگه ما خیلی داریم ولی این دوتا خیلی مشخص باعث تکون خوردن موسیقی ما شد، موسیقی در ایران شد. بله اینه که اینا رو بیشتر. خب الان چند سال ویولون میزنی؟ ویولون که از سال من همون 5-6 سال بعد از سنتور الان 80 سالمه. شما حساب کنید از 15 سالگی، از 15 سالگی اگه زده باشیم میشه چقدر؟ 65. همین 65 سال ما با این آقای جبلی سر کردیم و کار کردیم. خب از این آهنگ هایی که زدین، البته ما دوتاشو اسم بردیم، کارون و دنیا، غیر اینا کدومش بیشتر به دل شما نشسته که وقتی میخوابی، میدونی که آدم وقتی میره شب که میخوابه میره تو فکر، بله امروز چه کردم، چی کار کردم، فلان اینا، یک خاطرش مرور میکنه، اون آهنگی که به دلتون خیلی نشست؟ حالا برای آهنگساز واقعا آهنگاش مثل اولاداش میمونه که هر کدوم زحمتی کشیده، حالا این توی اجتماع نگرفته آهنگ یا گرفته، اون برای اون فرق نمیکنه، همه مثل اولاداش میمونن که آهنگایی که ساخته. ما هم همین کاری که منطور بس که مردم میخواستن، ما هر جا میریم با جبلی باید میگن آقا دنیا کارون رو خون، دنیا چیز دیگر نمیگن، با وجود که وقتی میزنیم از آهنگای دیگه این هم خیلی قشنگی فراست. اینه که بله این آهنگای ما توی این مدت همه رو همطور هی ما درست کردیم و شوهرام اومدن با ما خاطی شدن. باید شاعر و آهنگساز با هم خیلی نزدیک باشد که تلفیق بشه موسیقی شعر و آهنگ. آقای سلمکی چرا مثل خیلی از همکاراتون که از ایران رفتن و حالا کشورهای دیگه الان دارن زندگی میکنن، به همین کار موسیقی هم پرداختن، چرا نرفتن موندن ایران؟ عرض کنم که این بستگی به اون عرق ملی داره که اگر کسی مملکتشو دوست داشته باشه. من اینجا شدم سلمکی، جبلی اینجا شد جبلی، که من که هیچ کدوم در نمیدونم اسپانیا نرفتیم یا مثلا. البته شما خیلی از کشورها رو رفتید. بله ما همه جا برای گردش و اجرای برنامه رفتیم، ولی بهترینش اونه که آدم من الان باور کنیم بچم اروپا زندگی میکنه، الان نزدیک 40 سالشه اونجا داره زندگی میکنه، من وقتی میرم پیش این 15 روز که میمونم طاقت نمیارین. البته با این دوستای خوبی که شما تو ایران دارین. بله دوست خوب خیلی مهمه، خانواده خوب. بله دوست خوب اینه که من مملکتمو دوست دارم و تا هرچی حالا یه ساعت مونده باشه چه 100 سال دوم به قول بچه ها شروع کنیم. بله انشالله که بله 150 سال همینجوری برم. اینه که عمر با عزت لذت میبره آدم، آهنگش همه چیم اینجا هست بیشتر خوشمه. ریشه در ایرانه. حالا شما رو که میبینم یه همچین برنامه شما درست کردید، این خوبه یا این که پاشیم بریم اونجا هیز برای این آهنگ بسرم دیگه گذشت. نیازم باید دادم تا حدی که نیاز داره فعالیت مادی بکنه و عقلی من. پس به گذشته و به آینده خوشبین هستیم شما؟ خیلی خوشبینم انشالله که همه اشکالات که اشکالی که نداریم به عقیده من دیگه نباشه، همه در خوشی و راحتی و آرامش و ایمنی زندگی بکنن.
انشاءالله آرزوی ماست، آرزوی ما سلامتی هموطنان حالا هر جا که هستن، مخصوصا داخل ایران. آره والا اگه اونا هم که برگردن با دسته های گل میریم به استقبالشون، واقعا این کارو میکنیم به والا. من که حاضرم اینا برگردن بیان همین جبته، اینقدری هم بیرون نیستن، اغلب میرن برنامه اجرا میکنن میان. خب سازتون خیلی دوست دارین؟ بله خیلی دوست دارین. بله. اگر یه روزی از صبح از خواب بلند شین این ساز از دستتون بگیرن، بگن دیگه اصلا از امروز دیگه حق نداری بزنی، چه اتفاقی میفته؟ زودتر دیر میکنم. نه انشاءالله امیدواریم بس 150 سال 200 سال عمر با عزت اون سازتون هم تو دستتون و ما که لذت میبریم انشاءالله. خب امروز برای این مردم خونگر، مردم حقشناسی که واقعا مردم ایران حقشناسن، بله ما همینجوری بلند نشدیم بیایم خدمت شما. شاید هزاران هزار ایمیل و تلفن و نمیدونم پیام میذارن که چرا نمیدین سراغ آقای سلمکی. بله ما خیلی دوست داریم ببینیم الان از حال روزش با خبر بشیم، بدونیم الان با سازش چی کار میکنه. امروز برای این مردم حقشناس چی آوردین؟ چی میخواییم بزنیم؟ من سازم هست آمادم براشون در هر لحظه بدون هیچ تعارف و تکلفی بخوان براشون بزنم. بله بس اگر اجازه بدید از دوست عزیزتون که الان تشریف آوردن اینجا پشت صحنه هستن تا بله بله. بیان اینجا یه چند دقیقه رو من میرم برای چی میگن یک استراحت کوتاه. بله بله. بشنویم صدای ساز شما دو بزرگوار از همین دوستتون که الان دعوت شده به اینجا که میخوان بله. با ضرب و با فلوت فکر کنم با شما بله. همراهی کنم. یک معرفی بکنید لطفا شما ایشونو. بله بله ایشون به بینندگان عزیز هنرمندای قدیم هستن. آقای سباهی فامیلیشونه و خیلی اهل ذوقن، خیلی رفیق دوست و یه انسان به تمام عیار کامل. بله Thank you.
آقای سلمکی رو چند ساله میشناسید و چقدر میشناسیش؟ والا آقای سلمکی رو کیه که نشناسه؟ ما از بچگی که با رادیو آشنا شدیم، یعنی صدای رادیو رو شنیدیم، صدای ساز آقای سلمکی و صدای قشنگ آقای جبلی رو شنیدیم، عاشق اینا شدیم. آقای سلمکی عزیز و من از حدود 30 ساله میشناسمش، چون علاقه دارم به هنر و هنرمند، اینکه دنبال این دوستام هنرمند همیشه میرم، لذا علت اصلیش این بود که من دختر بزرگم و دوست داشتم موسیقی یاد بگیره. حدود 30 سال پیش که دخترم بود، مثلا 4-5 سالش، بردمش پیش دفتر ایشون، گفتم جناب سلمکی، از اونجا من با ایشون آشنا شدم، گفتم جناب سلمکی من دلم میخواد این دخترم موسیقی یاد بگیره چون به هنر خیلی علاقه دارم. این شد شروع آشنایی من. خدمت تو عرض کنم که جناب سلمکی از پیشکسوتان موسیقی ایرانی که واقعا از نظر ساز من نمیتونم بگم چه جوری، یعنی زبانم قاصر، ایشون تکنیک های خاصی داره، تحریرای خاصی داره که اغلب هم من با رفقا دوستانم و هنرمندان دیگه که با شبا با هم روزگاری که داشتیم، اینا شاپور نیاکان بوده و خدمت تو عرض کنم که ولی حقی بوده، بدیعی بوده، غیره، فلان از حرفا، ایشون واقعا من دارم میگم همه اونا سازای خیلی قشنگی دادن، تکنیکشون خیلی عالی، ولی یه تحریرایی که این جناب سلمکی میده به ساز همیشه جاودانیه، همه کس هم نمیکنن کارو، نمیتونن بکنن اینا، متوجه هستی؟ یعنی یه سبک خاصی مختص به خودش داره. آقای سلمکی مهمان کوچه خاطره هاست، امشب میخوایم بریم خدمت آقای سلمکی، شما دوست دارین چی بهش بگین؟ من آقای سلمکی واقعا تبریک میگم، امیدوارم اول از اون یه خانواده خیلی محترمی هستن، خانم خیلی نازنینی دارن، بچه های خیلی خوبی دارن، من فقط تبریک میگم به این مرد بزرگ، میگم انشالله تو همیشه سلامت باشی و تا موقعی که ما دوستان دور و برت هستیم نمیذاریم کوچکترین ناراحتی تو پیدا بکنیم، انشالله از کاری از دست اون بر بیاد بتونیم انجام بدیم، و خانم چنم خدا حفظش میکنه، این نازنین انقدر زحمت میکشن برای واقعا، میگن یعنی اسطوره هستن دیگه، نیستن دیگه، سلمکی یکی بود، پرویز یاحقی یکی بود، اینا دیگه همه تکخال هستن، من داغو این آقا هستم. بهش بگین که آقای سلمکی دست شما درد نکنه و امیدواریم که سالها زنده باشی و اینی که مردم ایرانو شاد کردی و باهات خاطره دارن و خاطره های خوش دارن، این یکی از بهترین هاست. من پیامم به آقای سلمکی این که براش دعا میکنم که زنده بیشتر عمر کنه و 100 ساله بشه، 120 ساله بشه، که مردم استفاده کنه از هنرش، مخصوصا این آهنگ دنیا ز تو سیرم، همه باش خاطره دارن. یه خاطره من بگم، با آقای سلمکی داشتیم میرفتیم یه جا هوا بخوریم، میریم کوه بعضی وقتا، یه مقدار راه میریم، ما دیدیم که یه جوون 18 ساله داره دنیا رو میخونه بدون اینکه بدون سازنده این آهنگ کیه. صداش کردم، گفتم که اینو از کجا یاد گرفتی؟ گفت من این آهنگو دوست دارم، همیشه میخونم. گفتم میدونی کی ساخته این آهنگو؟ گفت نه. گفتم سازنده ی آهنگ ایشونه که پرید ایشونو ماچ کرد. خیلی تشکر از این کرد و شماره تلفنش گرفت که همیشه بیاد پیشش و از خاطرات و از گذشته ایشون یاد بگیره، و ایشون هم کسیه که میدونید که همه میدونن که سالم زندگی کرده. به خاطر اینم منم باش دوستم، به خاطر سلامت این هنرمند و اون هنرمند و هنرمندای دیگه‌مونم ایشالله سالم هستن و سالم بمونن، ما همه‌شون رو دوست داریم، با همه‌شون خاطره داریم، ما با خاطره اینا زنده ایم. شبکه پی دی اف تشکر که این زحمت ها رو میکشه برای مردم. بله، امشب سعادتی بود که ما در خدمت شما با دوستان عزیز بودیم، انشالله که همیشه شما سلامت و خوش باشین و این برنامه‌تون واقعا تداوم داشته باشه، با موفقیت روزهای خوب بگذرونی و باعث افتخاره، و من این نظرم اینه که واقعا کمک بکنن به یه همچین تلویزیونی، یه همچین شبکه‌ای که اینقدر با خلوص نیت میاد واقعا وقت تلف بکنه برای شادی مردم، برای روحیه مردم، این باعث افتخاره، همه باید کمک بکنن اینا.
برصورت من خیلی متشکرم از شما و دوستان عزیز که محبت کردین، تشریف بردین اینجا و این رپورتاج تهیه کردین. آقای سلمکی، این دوستتون که اومدن الان اینجا، این استاد بزرگوار ما اومدن، چقدر زیبا نواختن و لذت بردیم. امیدواریم بینندگان عزیزم لذت برده باشن. میخواستم بدونم که شما با خواننده های دیگه هم کار کردید، چون شما گفتید 50 خورده سال با آقای قاسم جبلی بود. بله، با خواننده های دیگه هم کار کردید. بله، با همه. کیا بودن؟ ما عضو رادیو بودیم. بله. هفته یک دونه برنامه هنر برای مردم داشتیم. بله. که یه ارکستر ما که با هم کار میکردیم با 5 تا 6 تا خواننده تمرین میکردیم. در طول هفته که روز پنجشنبه برنامه زنده رادیو و تلویزیون هر دو رو با هم میکروفون آزاد داشتیم. بله. که خواننده میامد میخوند و میزدیم، برای ملت برنامه قشنگی بود. بله. خیلی خوششون بود. با انواع خواننده ها کار میکردیم، بعضی ها آهنگ میساختیم براشون، بعضی ها فقط براشون میزدیم میخوندن. بله. با کار میکردیم تقریبا. بله. با همه خواننده هایی که در ایران بودن ما کار کردیم. بله. بله. بعد خب برای حال آینده چه برنامه‌ای دارین؟ بله، برای بخواین کار کنین؟ بله بله، این کار که تمومی ندارن، هنرمندا هر هنری داشته باشن این هیچ وقت ازشون دور نمیشه. بله. اولو بگه من دیگه نمیزنم، من دیگه فنم، ولی باز مرتبه سازو ببینه میزنه. عشقشون سازشه. عشق تمام زندگیشون. وقت هم یه هنرمند به خصوص یک موزیسین همه چیش فرق میکنه با آدمایی که هیچ هنری ندارن. اینو خدا داده بهش، باید استفاده کنه ازش. واقعا هیچ برگی بدون اجازه خداوند نمیفته. پس شما اگه ساز خوب میزنی مال اوست کریمی داده. من اگه ضرب میزنم یا یه هنرمند دیگه فیلم میسازه، برنامه مثل کار شما میسازه، این ذوق تو ذاتشه و خدا بهش داده. جان خدا نگیره و باشن همه همینطور. بله، این گروه اومدن خدمت شما، از تجربه‌ای که طی این چند سال داشتید رو یک استفاده بکنن. بله. اومدیم از شما یاد بگیریم. جوانانی که جلوی ما رو میگیرن یا زنگ میزنن تلویزیون میپرسن، میخوام بدونم که این بار هنر رو دوش آقای سلمکی، آیا جوانان ما میتونن بهره ببرن بعد از این از شما یاد بگیرن؟ بله. چی کار باید بکنن؟ الانم ما روزهای هفته یک روز گذاشتیم برای جوانا بیان تمرین کنن، بیان ما یادشون بدیم. هر کاری بتونیم میکنیم. ولی من دوست دارم اگر چنانچه کسانی استفاده میکنن از این برنامه شما، حواسشون جمع باشه. خب بعضی میگن آقا ما آگهیمون رو دادیم. خب رفقا و دوستان چیز میکنم، ما مدت هم این کارا رو میکردیم تو رادیو برای چیز، برای تبلیغات. میگن آقا اون فلانی اونجوری. این برنامه شما الان همه پسند شده، همه دارن میان سراغ این که آقا کی پخش میشه بیشتره باش تماشا بکنه. پس آگهیت هم اونجا بده که به قول ایشون یه کاری که انجام داده باشید. انشالله که درست خواهد شد، چون شما راه اصلی رو که معنویه رفتی، مادیش هم درست میشه انشاءالله. برو برگرد نتونی. بله جناب آقای سلمکی، اینجا که من اعلام کردم تا این 28-29 قسمت رو همین بچه ها اداره کردن. بله. خب هزینه داره، چون ما بالاخره سرویس داره، نمیدونم خرید داره، نمیدونم این تشکیلاتی که نور و دوربین و فلان استفاده داره. بله. یا بعضی چیزا اجاره میشه میاد. بله. اینا همه تا این ساعتی که در خدمت شما هستیم ما اسپانسری نداشتیم، از هیچ جام حقوق بگیر نبودیم و این برنامه خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته. الان باید بکنن کمک کنن. الان باید بکنن. شما کارتون داره بزرگ میشه. من نمیگم، آقای سلمکی دارن از شما میخوان. بله دیگه، الان بلند شما برین یه هنرمندی که نمیتونه بلند شد را بیفته بیده کرج، این تشکیلات شما باید وردارین گروه رو ببرین اونجا. چقدر زحمت بشین از اون برنامه بگیر. من لذت دارم ببرم به به چه خواننده یا چه نوازنده، چه نقاشی، چه هنرمندی داره برنامه اجرا میکنه. آقا این معلومه که چقدر زحمت کشیده شده تا این برنامه تنظیم شده. باید ملت هم باید حواسشون جمع این کار باشه. زنده باشه. اگه میخوان باشه. خیلی ممنون. حتی
من دیدم که برنامه‌های بوده رفقا دوستانمون برنامه داشته در اثر نرسیدن شل شده افتاده رفته به ولی یعنی کار شما یکه. امیدوارم همینطور باشه، توصیه های شما رو گوش کنن و با این تلویزیون همکاری بکنن، ما میکنن. زمین نخوریم و ادامه بدیم، چرا که صد. من وقتی در خونه بعضی از هنرمندان رفتم، حالا خب آقای سلمکی در عرصه ها بوده هست الان کار میکنه، ولی کسانی بودن که 30 و 35 سال جلوی دوربین نیومدن. وقتی رفتیم در خونهشون رو زدیم و رفتیم نشستیم پای گفتگوش نشستیم، بی اختیار عشق میریختن، گریه میکردن. بعد همینا باعث نشه که خود برنامه ما قطع بشه. دوست داریم به همه پیشکسوتا، اینا به ما نیاز ندارن، ما به اینا نیاز داریم، دوستشون داریم، عاشقشون هستیم، وظیفه داریم که خدمتشون برسیم. بهترین خب خاطراتیش که یادم از این برنامه داره، یه آقایی در 70 سال پیش که برنامه اجرا کرده، اینو شما نو میکنیم یه دو مرتبه از مرور از اول. این لذت داره برای دیدن تلویزیون، آجر نیست که آدم بیگاه کنی برنامه توش اجرا میشه. اینه که شما رو خدا انشالله نیرو بده، انشالله ملت هم 100% کمک میکنن، ایرونی ها این حالو دارن. بله ممنونتم. بله ما عادت داریم، ما معروف هستیم در دنیا به دستگیری و به هم دیگه به همراه خودمون بسیار کمک کردن. خب آقای سلمکی از این بحث خارج بشیم، میخوام بدونم که آقای سلمکی از مسیری که تا امروز طی کردن آیا خوشبخت هستن؟ بله. علت خوشبختیتون رو لطفاً بفرمایید. عرض کنم به حضورتون که ما از اول چون راه و درست رفتم، همه میتونن راه و درست برن. همون که عرض کردم پدرم گفت مشروبات الکلی مصرف نکنید موفقی، ما این کار رو کردیم، یه کار درستی بود کردیم. بله واقعا درست. ولی دیگران هم هستن که راه درست رفتن و الان هر کدوم به یه طریقی و الان دارن زندگی خوبی دارن میکنن. امیدواریم به خصوص هنرمندا، این مخشیشون در این سالهای اخیر از بین رفتن، انشالله که درست بشه کارشون، سر پا باشن، بتونن چیز بکنن. به خصوص این برنامه شما خیلی تبلیغ خوبیه برای هنرمندای قدیم ما. زنده باشین انشالله، پاینده باشین. خب میخوام یه خاطره تعریف کنید، حالا تلخ و شیرین فرقی نمیکنه، خاطره خاطره است. همین خاطره شما خاطرات مردم رو به یادشون میاره و لذت میبرن از اون خاطره که شما تعریف میکنید. یه خاطره برای مردم تعریف. خاطره زیاده ولی این فراموشی هنرمندا فرط با زندگی خاطره است. بله یکی از دوستانمون که مثل هم دفقای الانمون اهل خالن و اهل هنرن، شب دعوت کرده بود که بیان اونجا، به منم گفتش که هر طوری شده بیا و ما قبول کردیم. رفتیم وارد شدیم تو منزل، یه آقای دیدیم که بین مهمونان نشسته، عینکی خیلی کلوفتی زده و سرش هم اصلا مو نداره. من گفت آقا، تا گفتن که آقای سلمکی اون پاشو دست منو گرفت، گفت آقا بشین پیش من که من با شما خاطره دارم. گفتم خواهش میکنم. ما صابونه اومد معرفی، گفت تیمسار در ارتش ایران بودن و در خوزستان بودن و نفران تعریف کرد که این تیمسار جوری ایشون هم در حدود 10 سال 18 سال بازنشست شدن ولی میگن با شما خاطره دارن. گفتم با من تیمسار سنشون به من میخورد. خود تیمسار برگشت گفت آقا با شما نه، با پدر شما ما خاطراتی داریم که هیچ وقت یادمون نمیره. گفتم چطور؟ گفتش که پدر شما با آقای جبلی اومدن خوزستان اونجا کنسرت بذارن، اون موقع دورور اون سالونی که گرفته بودن برای چیز، یه مش آدم های ناراحت لشلوش بودن، می آمدن سالون رو می زدن به هم، داد و بیداد می کردن، برق رو قطع می کردن. ایشون اومد پیش من، پدر شما اینه، پدر مال داره به من، اومد پیش من که ما چه بکنیم، برنامه رو کنسل کنیم یا بذاریم.
منم رئیس دژمان بودم اونجا. بله. و من دو تا گفت یادم افتاد، دو تا ستاره داشت. رئیس دژمان بود، خیلی گردن کلوف اونجا رو اداره میکرد. گفتش که بعد من اونجا بودم، بعد پدر شما اومد به من چاره جویی کرد، منم تمام دژمانام رو صدا کردم دور تا دور سالن. موزه گرفتن نشستن، آب از آب تکون نخورد، سه شب به جای یه شب کنسرت دادن اونجا. چقدر شما شبیه پدرت هستی. من اومدم ساختمونه، اومد گفت این سر شما کجای کاری؟ خود سلمکی پدر ایشون 60-70 سال پیش فوت کرد. خدا بیامرزه. گفت چقدر ایشون پس شبیه. گفتم بابا پدر خود ایشون بوده اومده اونجا. بعد اینقدر این جماعت خندیدن، گفتن تیمشاه. گفتش من دیدم شما شبیهی ولی فکر نمی کردم. خاطرات تلخ و شیرین هست. چقدر شیرین، چقدر زیبا صحبت کردن. یادی هم کنیم از شادروان پدرشون، روحشون شاد باشه. خدا رحمت کنه. هر چقدر که جلو میریم صحبت از پدر میشه، چون درست کاری شما همون نصیحت های پدرتون بوده و درود بر شما که پذیرفتیم که گفته هاشو عمل کردید و امروز موفقیتتون مدیون همون زمان و همون کردن پدر. امیدواریم که بینندگانم از این برنامه لذت کامل رو برده باشن. خب دوست دارم در پایان با مردم صحبت کنید، هر چی که تو دلتون رو من نپرسیدم با مردم صحبت کنید. عزیزان من، قربون شما برم، من میدونم به خصوص این ایرونی ها همه شون رحم دل و انسان و با شخصیت هن. تو رو خدا بین اون خدا رو فراموش نکنی. هر کاری یهو بگیم آقا امروز من از ساعت 12 تا 2 میخوام درست و راست باشم، کج و کوله نرم، نیتم رو خراب نکنم، برم با خدای خودم زندگی بکنم. هر کسی به عقیده من فکر کنم هر کسی این راه بره موفقه. همه کسانی که کج و کوله میرن میخورن به خنس و اشتباه. به هر صورت من امیدم اینه که ملت ما یه خود طرف اوستا کریم برن طرف خدا. به نظر شما خوبه؟ خیلی ایشون آغاز آقای صالحی به خدا والا خیلی بهتر آقایی تو این سن سال میتونه به همه تمایلات جمعش به باعث دنبال یک کار خسته کننده واقعا آغاز. خیلی این که شکی توش نیست. جناب آقای محمد صالحی یک کارگردان، درسته که جوان هستن ولی خیلی بازدوغ، خیلی تو کارش دقت میکنن. تمام برنامه شما نمیدونین که چقدر دلوقتي. تماس میگیرن و یه نفر الان همین دیشب از دانمارک تماس گرفته بود، خدایا اسمش من نوشتم الان حضور ذهن ندارم که چرا، میگفت لاله‌زار رو من ساختم. کیا اسم برد، دانمارک زندگی میکنه. تماس گرفته بود که آقا مصاحبه فلان دیدین از کانال فلان؟ گفتم تا حدودی دقت نکردم ولی دیدم. گفت که اصلا دقتی تو کارش نبود، در حالی که کارگردان اون برنامه اینطوری بود اینطوری حالا نمیدونم. آقای صالحی خیلی دقت دارن تو کارشون، ماشاءالله. خدا شاهد آیندهشم روشنه. آیندهشم روشنه، شکی توش نیست. امیدواریم که سلامت باشن، کارشون موفق باشن، سلامتی خب. و امنیت انشالله باشه برای این ملت. خب آقای سلمکی، اگر صحبتی با مردم نداریم خداحافظی کنیم. من خداحافظی میکنم. امیدوارم که حرفای منو گوش کردین. اونایی که گوش کردن میدونن اول کاری که میکنین آگهیتون رو بدین به این برنامه که نظیر نداره. فعلا با هر صاحب تلویزیونی صحبت بکنین میبینین که این برنامه همه رو گرفته. پس شما هم کمک کنین بذارین این برنامه را بیفته بره جلو. انشالله خیلی ممنون که
کمک ما کردید. خیلی ممنون که پذیرفتین ما امروز در خدمتتون باشیم. هم قدمتون رو چشم من تشکر میکنم از خانواده شما، خانواده مهربون شما، از اون لحظه‌ای که ما رسیدیم اینجا واقعا سنگ تموم گذاشتن، پذیرایی کردن، از دوست عزیزتون که زحمت کشیدن اومدن با ساز زیباشون نواختن. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. داریم پیشکسوتایی که الان منتظرن بریم در خونه هاشونو بزنیم. البته نه اون خونه‌ای که شما تو تیتراژ برنامه میبینید، اون یک تیتراژه. ماشاءالله بعضی هنرمندای ما خوبه، خوب زندگی میکنن، در سلامت زندگی میکنن. ما ملت ایران هنر دوستیم، به هنرمندامون بها میدیم، چرا که واقعا وقتشونو برای ماها گذاشتن. تشکر میکنم از این خانواده آقای سلمکی عزیز، از آقای سلمکی عزیز، پذیرفتن امروز گروه کوچه خاطره ها. یک افتخاری بود که امروز نصیب ما شد در خدمتشون باشیم. تشکر میکنم از کارگردان جوان این برنامه، جناب آقای محمد صالحی. بله. زحمت میکشن یک تصویر خوب به منزل شما بیارن، خیلی زحمت میکشن. تشکر میکنم از خانم نزار که واقعا رابعه نزار زحمت میکشه، سایه به سایه این برنامه رو داره حمایت میکنه، همین واقعا زحمت میکشه. و از گروه دیگه که حالا اینجا امروز نتونستم بیان، کارهای اونا رو ما انجام دادیم، پایه ها، نمیدونم دوربین، تشکیلات فلان، اینا رو با خودمون هم کردیم آوردیم، اونا نیومدن چرا که امروز کار داشتن. از اونا هم تشکر میکنیم، واقعا زحمت میکشن بر این برنامه. تشکر میکنم از این شبکه، شبکه جهانی پی دی اف، که این وقت طلایی رو در اختیار ما گذاشت، یک ساعتی رو مهمان خانه های شما باشیم. همون اول برنامه گفتم چه دوست داشته باشین چه دوست نداشته باشین، روز جمعه 10:45 دقیقه یا تکرارش روز یک شنبه ساعت 4:30 بعدتون من میام خونه هاتون. با یک استاد دیگه، با یک پیشکسوت دیگه، با یه عزیز دیگه. تا برنامه دیگه، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. مرسی.